میکرد. در گیرش میامد حلال میکرد. چشمای ما رو بر میکرد. نفرهایی که بود که چشمای ما چه رو بر کرد بیچاره. یعنی فقط بیچاره و غریبه گم کرد. حلال کرد. کشت. مردم غریب بیچاره. ولی ما رو یاد وحدت چی؟ یاد اتحاد چی؟ در تیاف. ما رو چی؟ ما غریب مردم هستیم. یک لقمه نان داشته باشیم بخوریم. چرا پشیمان نیستیم؟ زمان مجید نجیب مردم خانون بود، خانزاده بود. ایتر نبود. آسوده بودیم، نان داشتیم، آو داشتیم. حالی چی داریم؟ پاک بسر شدیم، مردم در بدر شدیم. سیستم موجود با فراخدلی پیشنهاد نمود. و می نماید که هر یک از نیروها و تنظیمها منافع شخصی، گروهی، حزبی، تنظیمی، قومی و سمتی خود را کنار بگذارند و برای تأمین و دفاع از منافع اولیای کشور با هم تشریک مساعی و همکاری نمایند. ولی برای تحقق و تطبیق همین پیشنهاد چی مسائلی نبود که با آن مواجه نشدیم؟ چی شرط و پیشرط هایی نبود که از جانب بخش های مختلف اپوزیسیون ارائه نمی شد؟ گاهی می گویند نجیب الله نباشد، گاهی می گویند حزب وطن نباشد، گاهی میزان سنجش مسلمانی را به دست خود می گیرند، یکی را مسلمان خوب و دیگری را مسلمان بد خطاب می کنند، در حالی که فراموش کردند که اعتقاد ما مسلمان ها بر این امر است که در حقیقت امر اینجا علمای کرام نشستن جسارت است که من در برابرشان صحبت می کنم. ولی اسلامیت بر دو اصل تکیه داره، یکی اقرارم باللسان که به فضل خداوند همه ما و شما می توانیم با آواز جر بگوییم که لا اله الا الله محمد رسول الله، و اصل دوم تصدیقم بالقلب است. دوستان محترم من، خداوند در قرآن عظیم شان می فرماید ان الله علیم بذات صدور، فقط خداوند است که بر قلب ها وارد است و حاکم است و میفهمه که در دل ها چی میگذرد. میفهم که اینا علیازم بالله علیازم بالله علیازم بالله خود را در جای خدا قرار دادن و میگوین کی آدم کافر است، او آدم مسلمان هست. برادر خداوند کرام الکاتبین در بالای شانه های ما در اینجا معذف ساخته، خوب بد ما را هر روز نوشته می کنن. خاتمه مستور است، این دنیا فانی است، ما به دنیای باقی می رویم، با بعث بعد الموت ایمان داریم. در روز محشر وقت همه در روز قیامت به درگاه خداوند می ایستیم، اینی اعمال نامه ما در برابر ما قرار داده میشه. اونجاست که خداوند حکم می کند که کی مسلمان بوده است و کی کافر، کی گناهکار و کی خدمتگزار، کی برای راست و صراط المستقیم رفته است، کی برای یزدان رفته است و کی برای شیطان رفته است. اگر میبینین که در دنیای این روزی باز با خصوص اونایی که خود را مسلمان تلقی میکنن خود را در مقام فرعونی رساندن، شداد شدن، نمرود شدن و هر روز علیاذ بالله از مقام خداوند حکم صادر می کنم کی مسلمان است، ای کافر است. بگوین دوستان محترم، علمای کرام چنین نیست؟
حدیث شریف است که می خیر الناس من ینفع الناس، همو بنده به خداوند مقرب است که خدمت عوام الناس را انجام بده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گفت که در میان مردم باشین، یکی از اونها باشین، نه سردار کسی باشین، نه بادار کسی باشین، نه آقای کسی باشین، نه حاکم کسی باشین، نه سرور کسی باشین، نه سلطان کسی باشین، نه پادشاه کسی باشین، خدمتگزار مردم باشین. اگر کسی چنین بود به درگاه خداوند مقرب است. در سیاست نیز این اصل مطرح است که باید به خلق الله بهترین خدمتگزار بود.